به نام خدا حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی عالی باشید یه امتحان نهایی دیگه براتون بررسی میکنم به بهانه سوالا یه سری نکات هاشیهی هم میگم که خودش هم یه جنبندی باشه هم یه بار دیگه اسلوب و قالب امتحان نهایی دستتون بیاد اولین سؤال در مورد آیات و احادیث هست میگه آیه ادو ال سبیل ربک بالحکمت و الحسنه و جادل هم هیه احسن روش های تبلیغی پیامبر بود آیه مهمیه عرض شود که معمولا توی این سوال روش های تبلیغی رو میخوان خود کتابم سه تا روش رو چاخالی گذاشته بود براتون میگه بر مبنای آیه فوق روش های سعی دعوت رو بنویسیم خب روش اول استفاده از حکمت و دانش استواره یا علوم عقلی روش دوم استفاده از موعظه حسنه و پنده تو خود آیم دقت بکنید معلومه دیگه و روش سوم استفاده از گفتگو و جدال نیکو یا مباحثه های علمی هست میگه پیام آیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین چیه تو درس توبه مطرح بود این آیه که خداوند آیه چی میگه همان خداوند توبه کننده ها رو دوست داره و متطهرین و پاکیزگان رو فقط تواب بحث این بود که کسایی که زیاد توبه میکنن تکرار توبه واقعی موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند میشه تو درس هفتم همین نکته ای که عرض کردم حدیث المستغفر من ذنبه من از زن و یف الحکل مستحضه به ربه حدیث امام رضا علیه السلام بود بچه ها مراحل توبه رو حفظ بکنید مرحله اول مرحله دوم عرض شود که صحبت بود درش که عدم تکرار گناه بود و جبران حقوق مردم و حقوق الهی حالا میگه این حدیث به کدوم یکی از مراحل اشاره داره به مرحله عدم تکرار گناه و امام رضا فرمودن کسی که در حالی که توبه میکنه گناه هم میکنه او داره خدا رو مسخره میکنه آیه عطی الله و عطی الرسول اول الامر منکو معرف کدومی که از معیارهای تمدن اسلامیه بچه درس میاره تمدن اسلامی هم باز باید تیترار حواسون باشه و خصوصا تطبیق آیه ها با خود میارها این آیه اشاره داشت به بحث پذیرش ولایت الهی و نفی حاکمیت تاغود یا موضوع ولایت پذیری میاره تمدن اسلامی درس نهم. آیه اف من اسس بنیانه و تقوا من الله و رزوان خیرون اما من اسس علا شفا جر و فنهار بچه تشبیه تقوا و بی بود تو درس دهم ده اشاره شده بود همون اول درس میگه زندگی محکم و استوار دقیقا صفحه بعد این آیه بحث یه تمرین بود که خود سوال تمرین است میگه که چه نوع زندگی رو اشاره میکنه تقوای الهی و خشنودی خداوند رزوان دیگه ببینید تقوا رزوان رزوان یعنی خشنودی خداوند میگه سال بعدی درستی یا نادرستی گزاره های زیر رو مشخص بکنیم جدی ترین آسیب تمدن جدید در حوزه علم و دانش علم زدگی افراتیه نه اگر متن خوب خونده باشیم گفته بود که جدی ترین آسیب تغییر روش زندگی مردم بود پس جمله غلط تو درس ده مطرح بود اعمالی از قبیل رباخاری رشوه گرفتن بی توجهی به افاف و پاکدامنی از جمله انحرافاتیه که نیاز به توبه اجتماعی داره دقیقا اینا مواردی از گناهانه اجتماعی بود جمله درسته به بهانه همین یه نکته مهم رو بگم چند بارم گفتیم تو نمونه های دیگه بهترین راه اصلاح و درمان گناهان اجتماعی چی بود بچه ها؟ باریکلا امر به معروف و نهی از منکر خب میگه میان نعمت های الهی در آخرت و باید ها و نباید های دین ارتباط و هماهنگی برقرار نیست دقیقا بود برقرار هست وقتی یه جای باید و نباید ها قوی میشه معلومه که پاداش بیشتری داره یا اگه خدای نکرده ترک بشه به بدتری داره پس جمله غلط تو درس هشتممون هم مطرح بود با فهمیدن یکی از حکمت یک حکم می توانیم به همه ی اون پی ببریم یه تعریفی از حکمت داشتیم که گفته بود که بعضی از احکام الا هر حکمی از احکام الهی علتی داره علت احکام میگیم حکمت ولی این جمله رو نداشتیم که اگر یکی از اونو بدونیم میتونیم حکمت های پی ببریم گفته بود که بعضی از حکمت ها رو ما میفهمیم بعضی از حکمت ها رو هم متوجه نمیشیم اگر حکمت حکمی رو بدونیم محکمتر در عمل اون پیش میریم جمله ها رو کامل کنیم چای خالی انسان میتواند همواره توبه کند ولی همیشگی نمی باشد باز تو درس توبه گفته بود که هر موقع میشه توبه کرد ولی توفیق الهی همیشه در دسترس ما نیست توفیق الهی همیشگی نیست درس هفتم سال بعدی هر دستور خداوند علت و دلایل خاصی داره همین الان گفتم موضوع حکمت که حکمت اون دستور نامیده میشه کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد خداوند جای خالی به جای خالی تبدیل میکند بچه ها بعضی مواقع این جا ها رو میده ایمان و عمل صالح و جا خالی میده اینا تکمیل میشه اینجا این میشه جا خالی حالا اینجا برعکس عمل کرده خب باز تو درس توبه بود گفته بود اگر ایمان و عمل صالح باشه سیعات و گناهان به حسنات تبدیل میشه گناهان به حسنات تبدیل میشه توبه گناهان رو از قلب خارج میکنه و اون رو شست و شو میده به این عمل باریکلا تخلیه یا پیرایش میگیم جاش مهم نیست تخلیه یا پیرایش پیرایش یا تخلیه هیچ اشکالی نداره هر یک از عبارت های سمت راست رو به گزینه مناسب در سمت چپ وصل بکنیم قبلا هم گفتم وصل کردن یا معیارهای تمدن اسلامی جای خوبیه برای این سوال که معیارها رو بده آیه یا نکته بده ارتباط ها رو برقرار کنیم عرض شود که درس احکام درس احکام واجب جایز مستحب واجب کفایی حرام اینا رو بگه با احکام بگه ارتباط رو پیدا بکنیم مراتب شرک و توحید هم برای این سوال جای خوبیه که بخواد این موارد انجام بشه یا میوه های درخت اخلاص و عرض شود که راه های رسیدن به اخلاص اینا برای سوال وز کردنی بد نیست خب عرض شود که این سوال رفته سراغ معیارهای تمدن اسلامی ارتباط ها رو با هم برقرار بکنیم افزایش فاصله میان انسان های فقیر و غنی استحکام بخشی به نظام اسلامی توانایی بهرهمندی بیشتر از علم فروپاشی نهاد خانواده و پدیده استعمار تو درس عرض شود که مربوط به بررسی حوزه حوزه های تمدن اسلامی بود در سه حوزه علم عدل و قسط و خانواده باز هر کدوم آثار مثبت داشت آثار منفی داشت حالا اینجا ارتباط ها رو میخوایم با همدیگه ببینیم افزایش فاصله میان انسان فقیر و غنی اونور بود به تاراج بردن یا خرید ارزان قیمت منابع طبیعی در اکثر نقاط جهان استحکام بخشی به نظام اسلامی تقویت پایه اقتصادی و تلاش برای کاهش فقر ارتباط داشتن تو تیترا با هم دیگه توانایی بهرهمندی بیشتر از علم این گفته تصرف فوقلاده و ایجاد تغییرات در طبیعت فروپاشی نهاد خانواده ایجاد وزارت تنهایی در انگلستان دقیقا عرض شود که یه موضوعی رو عنوان کرده بود که بحث خانواده که به قدری در کشورهای غربی خصوصا در انگلستان خانواده نهادش سوت شده که اصلا وزارت تنهایی به وجود اومده نزدیک چند میلیون نفر به صورت شرایط ازدواج دارن ولی تنها دارن زندگی میکنن این مواردی که سمت راست بود با موارد سمت چپ ارتباط ها استمارم موردی نبود که بهش ارتباط داشته باشه چون موارد این ور پنج تا بود موارد این ور چهار تا خب حالا در مورد احکام حکم هر کدوم از عبارت های زیر رو مشخص بکنیم احکام مثل حلال بودن مستحب واجب کفایی حرام یا جایز خب میگه که ایجاد پایگاه اینترنتی و شبکه مجازی برای اشاعه فرهنگ اسلامی من قبل از اینکه بخوام سوالو بررسی کنم بچه ها تو این درس احکام در زندگی امروز درس آخر حواستون باشه ما سه تا واجب کفایی داشتیم اون سه تا واجب کفایی رو خیلی خوب حفظ باشید و مسلط باشید نسبت بهش بقیه مسائل که هر کدوم حکماش گفته میشه دقت بکنیم خب میگه این مستحبه و در مواردی واجب این دقیقا موضوعی بود بعد از واجب کفایی گفته بود که خیلی هم شبیه واجب کفایی تو فیلم های تدریس که درس به درس دادم اونجا اینو خیلی تاکید داشتم روش خب استفاده از بذار یه نکته اینجا بگم در مورد این اگر اینجا گفته بود مبارزه با تهاجم فرهنگی میشد واجب کفایی حواستون باشه استفاده از هر نوع موسیقی غیر لحوی تو جایزه مگر اینکه مگر اینکه حلال و جایز است یه قیدی زده بود تحریک به صلاح شهوترانی و مناسب مجالس لحو و لعب باشه اونجا گفته دو موسیقی ها حرامه فراهم کردن امکانات ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد دقیقا یکی از موارد واجب کفایی بود خب مصرف کردن کالاهای خارجی که موجب وابستگی کشور بشه مصرف کالاهای خارجی این گفتیم جایز نیست دیگه حرامه یا کتاب یه جور دیگه هم گفته مصرف نخریدن کالاهایی که از خارجه و معادل داخلی داره نخریدنشون واجبه اینجا گفته مصرفشون حرام میشه خب اصطلاحاتو تعریف کنیم یه دوری من بزنم تو بحث اصطلاحات تصویف حد میزنم میاد تو همه نمونه هم بود تصویف تعریف توبه تعریف قضا تعریف قدر یا تقدیر همون کلید واژه هاش عرض شود که توبه انسان تو خواهم درس توبه یه جا گفتو توبه انسان عرض شود باز خدمتون که توحید ها توحید در مالکیت ولایت اینا ای تعریف های خیلی کوچیکی دارن اینها ممکنه که تو بحث تعاریف اصطلاحات از این سوال بیاد خب تصویر به معنای از ریشه صوفه هست و به معنای امروز و فردا کردن و کار امروز رو به فردا انداختن تو درس توبه این یکی از حیله ها و فریب های شیطان بود برای به تأخیر انداختن توبه تعریف خود توبه چیه؟ به معنی بازگشت بازگشت از گناه به سوی خداوند و قرار گرفتن در دامن اف و بخشش الهی تعریف خود توبه بعضی مواقع دیدیم تعریف توبه انسان هم داده شده بود خب پاسخ کتاب باید گفتیم قبلا هم دیگه جواب ها رو بسیار خلاصه در حد نیم خد یه خد جواب بدیم اینجا خیلی دستمون برای بافتن عرض شود که گفتم باز نیست انقلاب علیه خود در چه صورتی پسندیده توی یکی از همون اوایل درس توبه تو تمرین کتاب داده بود کجا پسندیده هست کجا پسندیده نیست بعد اشاره به خودها هم شده بود خود عالی خود دانی بچه نفس لوامه ما خود عالی نفس اماره ما خود دانی اینه حواستون باش انقلاب خود عالی علیه دانی پسندیده است که همون توبه میشه انقلاب خود دانی علیه عالی ناپسنده که میشه گناه بعد میگه ضمن ایستادگی در برابر موانع بیرونی در مقابل هوای نفسانی باید ایستادگی بکنیم یعنی خود عالی علیه خود دانی غلبه بکنه میشه انقلاب پسندیده آثار مثبت تمدن جدید در حوزه عدل و قصد. گفتم علم و عدل و قسط و خانواده رو ما داشتیم هر کدوم آثار مثبت و منفی داشت اینجا مثبت عدل و قسط رو میخواد یکی توجه به قانون بود یه دونه مشارکت مردم در تشکیل حکومت ها یا همون افزایش دموکراسی این دوتا عرض شود که آثار مثبتش بودن میگه وقتی که افق نگاه انسان از محدود زندگی دنیا بالا میره بیانگر کدومی که از میار هاست باریکلا میار دوم بود میار معاد اشاره و توجه به معاد میار اول توحید و یکتا پرستی بود بعد در ادامهش که پیامبر نگاه انسان ها رو از افق دنیا محدود دنیا فراتر برد و اونها رو با جهان آخرت هم شود که آشنا کرد در کنار توحید به بعد دیگه زندگی یعنی در زندگی در آخرت یا معاد اشاره داره درس معیارهای تمدن اسلامی خب میگه دستورات و آموزه های بهداشتی اسلام مانند تهارت نجاسات و دستورات پیشوایان در چه زمینه تحول ایجاد کرده در زمینه سلامتی و درمان تحول های زیادی رو ایجاد کرده بود مهمترین آسیبی که تمدن جدید با نگاه مادی خود به نهاد خانواده وارد کرده رو نام ببریم دو مورد فروپاشی نهاد خانواده بیبندوباری جنسی سومی هم استفاده ابزاری از زن که حالا این سوال گفته دوتاش تاش کفایت میکنه که من حالا سه تا موردی که تو کتاب بوده براتون نوشتم درس دهم ده بود تلاش در جهت مقابله با سلطه ارتباطی بیگانگان بر مسلمین مصداق کدومی از قواعد فقهی میشه قاعده فقهی و قرآنی چی؟ نفی سبیل باری هر موقع بحث مبارزه با تسلط بیگانگان میاد قاعده نفی سبیل یادتون باشه سالت تشریعی بچه ها دیگه توضیح بدید اینجا دیگه هرچه دل تنگ میخواد دل تنگ میخواد باید بگی یعنی بحث توضیح حتی بیشتر از حد خود سوال هم بود اشکالی نداره زیاد نوشتن شما عرض شود سود داره که ضرر نداره جبران حقوق مردم از مراحل تکمیلی تو رو توضیح بدیم ما یه جبران حقوق مردم رو داشتیم یه جبران حقوق الهی رو داشتیم جبران حقوق مردم باید حتما به حقوق مادی معنوی اشاره کنید و اینکه حقوق معنوی مهمتر از حقوق مادیه و اگر به فردی مثلا حق گردن ما داره دسترسی نداشتیم باید دعا و صدقه از طرف او رو داشته باشیم میگه اگر ظلم یا ستمی در حق مردم نموده باید جبران نماید یعنی حقوق مادی و معنوی اونها رو در حد توان ادا بکنه در صورت عدم دسترسی به نیابت از اونها صدقه بده براشون دعای خیر بکنه و حقوق معنوی مثل آبرو بردن کسی یا پشت او صحبت کردن غیبت کردن حقوق معنوی از حقوق مادی هم مهمتر هست دلایل من و حرام بودن قمار از نظر اسلام دو تا گناه رو ما آیه داشتیم میسر و ارشوت شراب شراب قمار کتاب گفت در مورد قمار کتاب یه توضیحی داد گفت که یه کار بیهوده است و عرض شود که باعث کینه و دشمنی بین برنده و بازنده هم میشه میگه در این عمل کار مثبتی صورت نمیگیره یه کار بیهوده است و پول و ثروت در مسیری که هیچ فایده ای نداره هزینه میشه و این عمل در بازنده نسبت به برنده کینه و دشمنی هم ایجاد میکنه سه تا ضرر که معمولا دوتاش کفایت میکنه نقش کلیسا و تعالیم اون در پیدایش تمدن جدید رو بنویسیم خب این هم همون بحث تمدن های این هم دقت بکنیم سه تا تمدنی که تو کتاب گفته رو خوب حفظ بکنیم از چه سالی شروع میشه تا کی ادامه داشته و با چه اتفاقاتی بوده تمدن اول دوم سوم تمدن دوم یادتون باشه که حالا دارم به بهانه این سوالی نکته میگم تمدن دوم معروف قرون وسطا بود تمدن جدید معروف به دوران علم بود اینجا میگه نقش کلیسا و تعالیمش رو در پیدایش تمدن جدید میگه تمدن قرون وسطا با کنار گذاشتن اعتقادات دوره دومو داره میگه اعتقادات باستانی و بتپرستی روی آوردن به مسیحیت آغاز میشه که این حرکت رو به جلو محسوب میشه اعتقاد مردم به یک دین الهی باعث میشه بچه پس اعتقاد به یک دین الهی مال قرون وسطا و تمدن دوم هست تو یکی از نمونه ها گفتود مربوط تمدن سومه که جمله غلط بود و بت و بت پرستی شود که از بین میره اتحاد و یک پارچگی در سرزمین اروپا حاکم میشه زمینه رشد در جامعه با خلق آثار و کتابهایی در زمینه اخلاق و معنویت و فرهنگ نگارش پیدا میکنه و آثار هنری بزرگی رو هم عرض شود که پدید میاره تو همین درس داشتیم آشنایی با نقاط ضعف و قوت هر تمدن از چه جهاتی برای ما مطلوب هست میگه اولا که مسلمان ها مانند سایر ملت ها با ملت های دیگه ارتباط دارن هم بر اونها تأثیر میذارن هم از اونها تأثیر میپذیرن میگه پس هرچه آگاهی ما بیشتر باشه قدرت تأثیر گذاری هم بیشتر خواهد بود دوم اینکه چون ما در پی احیای تمدن اسلامی هستیم میتونیم از نقاط قوت این تمدن بهره بشیم با عبرت گرفتن از ضعف‌ها ها برنامه‌ریزی درستی برای ساماندهی به تمدن اسلامی هم داشته باشیم خب دوستان عزیز یه نمونه دیگه از امتحان نهایی رو براتون حلو بررسی کردم قرار این بود که با اسلوب و عرض شود که قالب امتحان نهایی آشنا بشید که البته سوالای مهم و نکات ریز و دقیقش رو هم براتون یادآوری کرده باشم به این منزله نباشه که فقط همین رو اکتفا بکنید بر امتحان نهایی مطمئنم که در امتحان نهایی به کمتر از 20 فکر نمی کنی. روی حساب باید با این روشی که ما نکات رو گفتیم و بررسی کردیم کل کتاب رو مرور بکنید و انشاءالله هم برای امتحان نهاییتون هم برای کنکورتون به دردتون بخوره و فایده براتون قطعا خواهد داشت هر کجا که هستید شما رو به خدای بزرگ میسپارم انشاءالله شاد و تندرست و عالی عالی باشید خدا نگهدار